بخش گپ سلام افغانستان هستیم و سپاسگزار هستم از تمام شما خوبان که این لحظه ویدم در کنار ما هستین و در این بخش هم بیننده برنامه ما باشین. در این بخش مهمان خیلی عزیز و بزرگوار در کنار ما می باشم، آقای مسلم در کنار ما هستن، دکتر صاحب مسلم در کنار ما هستن، منجم هستن و امروز میخواییم روی کارکردهایشان هم صحبت داشته باشیم و دوست داریم کمی روی زندگی شخصیشان هم صحبت داشته باشیم که این بخش بیننده باشین. فعلا نام دکتر مسلم حضور پیدا میکنن. خوش آمدین، صبح شما بخیر. زنده باشید، تشکر. صبح شما بخیر، زندگی و کامتان باشه. امیدوارم که روزهای خوش را تمام بیننده های تلویزیون میوان که در هر نقطه از دنیا قرار دارن، زندگی به کامشان باشه، دور از دغدغه های فکری و تنش و نژای خانوادگی قرار داشته باشن. یک جهان تشکر دکتر صاحب، خیلی ممنون، خرسند هستیم از اینکه شما رو در سلام افغانستان امروز داریم. قبل از اینکه صحبت ها ادامه بدیم، ما صبح ندارم، اگر دوست داشته باشین میتونن صبحانه ما استفاده کنیم. شما سلامت باشین. میگن در نان خوردن و چای خوردن آدم سلام قبول نکنه، به خاطر از اینکه رزقی که تعیین شده خداوندی که قبلا بر تو تعیین میکنه، یک چیز به نام رزق باید بگیریم، باید این نوشیدنی رو بگیریم. توکل ما به خدا، فقط نوشیدنی. بسم الله الرحمن الرحیم. نوش جانتان دکتر صاحب، و دوست داریم که امروز بیشتر از زندگی شخصی دکتر مسلم بدانیم. محدودیت نیست در قسمت سوالا؟ هیچ محدودیت نیست. سوال کنید. نه خواهد دادن سوال کنید. خدا کنه من حاضر باشم به جواب دادن از اوک بتانم همون چیزی که مردم انتظار دارد از من او رو باید گفته بتانم. پس درست است، میریم سراغ مسئله جان و در اونجا صحبت ها ادامه میتیم انشالله. دکتر صاحب صبحتان بخیر. عاقبت بخیر، امیدوارم شما جور باشین، زندگی به کامتان باشه. چرا جوست را ناوردین؟ چرا؟ جوست را میگه جوست را میشه جوست را باشه در جایش باشه در جایش زنده باشین. دکتر صاحب شاید برتان گفته باشیم و بازم میگیم که بیشتر روی زندگی شخصیتان صحبت داشته باشیم، روان برنامه می هست. گپ خوب است، خدا کنه که ما بتونم اما جوابی که لازم است در حاضر هستم. اگر چی من دو تا کاتگوری نیستم که مردم زیاد بر من نابلد باشن، چرا که یک چهره که تقریبا شاید خسته کن باشم، 27 سال است در مطبوعات افغانستان کار کردیم، زحمت کشیدیم و سرانجام در مورد نجوم تحقیقاتی که داشتم، امیدوار هستم که اگر داخلم چوکات بگیم، اگر فکر کنید که مردم افغانستان از 34 میلیون، حتما از 34 میلیون یک 10-15 میلیون نزدیک با من آشنا هستن با شناخته که از رسانه ها دارن در اپارد کارن. دکتر صاحب بدون شک همه گی با کارکرد هایتان آشنا هستن، اما هیچ کس با چی ای که در زندگی شخصیتان چه کارهایی را انجام دادین، در زندگی شخصیتان، در کاریتان نه، چه کار را انجام دادین اون را قدر چی نیست؟ من فکر میکنم که زندگی شخصی به اساس همو ترسیمه که خداوند که با آدم میگه فی ای صورت ما شو عرکبک، به هر آن صورتی که ما شما رو خواستین ترکیب دادین، ترکیب ما ازلی هست، هر چیزی که در زندگی ما اتفاق مفته در واقع در ازل در سرنوشت ما پیوند خورده و سرانجام ما تمثیل کننده همو مقدراتی هستیم که امروز در مسیر زندگی ما آهسته آهسته بر رخ دیگران رو میکشانیم. بله. با اساس من فکر میکنم که کارکردهای ما یا شخصیت خودم تا اندازه ای که شاید آینه هر کس در آینه خودت درستتر دیده نتونه، اما دیگه کسا خوبتر میبینه شد، چرا که دیگه کسا از زاویه مختلف میبینن، اما یک شخص اگه تر در مقابل آینه خودت سر میکنه تنها روی خودت میبینه. بله. من فکر میکنم که اگر چیزی که از آدرس مردم داشته باشم اون از زبان شما بشنام. بله دقیقا. خیر باشه، هم روی زندگی شخصیتان و هم روی موارد اگر صحبت می داشته باشم. یکی از مواردی که خیلی مهم هست، دوست داریم که پیشبینیتان را در باره یکی از رویدادهای مهم کشور ما بدانیم و او هم انتخابات ریاست جمهوری هست. به نظر شما آیا ای انتخابات برگزار خواهد شد یا خیر؟ اگر برگزار شود شما چه پیش بینی میکنین؟ چگونه این انتخابات برگزار خواهد شد و چه نتیجه برای مردم افغانستان خواهد داشت؟
اگرچه من از سال 2016 تصمیم گرفتم که بعد از مسائل انتخابات دیگه گپ نزنم، بدل از اینکه انتخابات ها اکثرا سلیقه‌ای میباشه. دقیق. خصوصا در کشورهایی که او در نقش مستمره قرار داشته باشند، در نقش از اینکه اما خرج و مصرفشون از یک آدرس کشور دومی تمویل شوه، در اونجا انتخابات به عنوان یک سمبول خواهد بود، نه به عنوان از یک بنامه یک هدف مردمی. ما شما اگر انتخابات 28 میزان در که در سال روان سال گذشته تقریبا که انتخابات بسیار تازه بود ببینیم او را و تا انتخاباتی که روز پارلمان افغانستان به اصطلاح به یک کرسی مجلس چقدر تشنج مردم افغانستان به خود داشتن و گرفتن، با وجودی که مردم افغانستان علاقمند هستند که مسیر زندگی خود را از اون بیعتی که از زمان حضرت پیغمبر با خلفای راشدین ارتباط داشت تا آینده زندگی خود همگی بر روی یک میز یک جامشان و سرانجام یک کسی را به عنوان زعیم تعیین بکنن، ولی که زعیمی که مورد اعتمادشان باشه. متاسفانه کو کسی که مورد اعتماد نباشه به حضور در مسیر کارکردش ادت میشه یا کس دیگه میاد که اصلا مردم به او خبر نیست چهره از اون برشان شاید آشنا باشه نباشه. انستیتوت تحقیقات نجومی افغانستان از سال نه بلکه از سال 1371 وقتی که به کارهای خود بسلا کار کردیم و زحمت کشیدیم سر مسائل انتخابات های تنها افغانستان نه بسیار کشورهای دیگر بحث شده، بسیار زیاد کشورهای دنیا چی در مسائل انتخابات های پارلمانیش بوده، چی در مسائل انتخابات ریاست جمهوری بوده. انتخابات سال 1398 خود ما که فعلا در مسیر راه ما است، خدا کنه که برگزار شوه. ما تشویش ازیر داریم خدا کنه که برگزار شوه. همین قرار میگین دکتر سر؟ نه هم قرار میگم. اما انتخابات به خیر مردم افغانستان است. انتخابات به خیر مردم افغانستان است. به خیر مردم افغانستان است. در صورتی که این پروسه صلح که یک پروسه بوده در واقع یک پروژه هست. پروسه نیست بلکه یک پروژه هست. که پروژه پیامدش خواهد می داشته باشه و سرانجام موضوعات صلح اول یک طرف میشه که بین امریکا و بین طالبان و بین در گروه های جنگی بسلا فیلن که اختلاف نظر دارن، اینا روابط افغانستان تنظیم میکنن. حالی که مردم افغانستان از این آدرس نمیخوان که زیادتر صلح در مملکت حاکم شود، میخوان که از طریق دولت افغانستان باید یک چیز جور شود، دولت بله. افغانستان مسئولیت زیر داشته باشه، باید پشت پرده ها قضایا صورت نگیره که مردم گنگ بونه برشان بله. و انتخابات در سال 1398 در صورتی که پروسه صلح اجرا شود، انتخابات از در صورتی که اگر صورت پروسه صلح اجرا نشه شاید انتخابات با چالش های زیادتر منطقه ای، چرا که اکثر نقاط ما از نگاه جغرافیایی منظر بگیریم در اونجا حکومت عمو تسلط را که لازم است یا عمو امنیت را که میخواد مردم داشته باشه، اگر چه نیروهای دفاعی ما به قدر جان خودن به خون خود به صلاح مبارزه میکنن و مردم افغانستان هم حاضر هستن که مثل که در سالهای گذشته ما شما دیدیم که کلکاشون قطع شد لکن بازون رفتن در صف قطار انتخابات استفتن انتخاب کردن زعیمه. این یک مشکل است که ما اول باید پروسه صلح به یک مسیر تنظیم شود و مسیر دومشم انتخابات صورت بگیره و اگر انتخابات نشه افغانستان شاید به مشکلات دیگه هم دقیقاً بیشتر از این روز بدتر خواهد بود. چالش ها در افغانستان بسیار زیاد است و هر روز یک مشکل نو در افغانستان. بدبختانه که ما از سال 1371 زمانی که به کار کرده خود آغاز کردیم، در اون زمان مونوگراف را که من به اصطلاح دفاع میکردم از دیپلم، در اون زمان من گفتم که خدا خراب کنه روسیه که آمد مکتب جنگ در افغانستان آباد کرد و تا ثمر جنگ به اصطلاح اما طفلی که به اصطلاح نه در کودکستان است تا پی اچ دی خود که میگیره در افغانستان پس در اون جنگ بمیره و بسوزه بره پشت کار خود باز تابت مردم بتانه دوباره زندگی آرام خود داشته باشن. این قضیه تا سال 1400 ما گفته بودیم که اتفاق خوبی رو ما نمی داشته باشیم، با وجودی که زمان سال 1370 وقتی که روسا از افغانستان پس دوباره رفتن به طرف خود، او زمان ما می گفتیم که اختلافات در بین مردم و بین اقوام در بین احزاب روز به روز اضافه میشه. حتی ما یک مثال بردم که ما مثل یک کره کبابی خود بودیم که بوی ما کل دنیا را خود گرفت. امروز از جنگ افغانستان کل دنیا به اصطلاح خبر است در افغانستان یک چیزی هست، یک درد میسوزه و مردم میشه زنش بچهش دخترش پیرش اولادش همگیشون به اصطلاح یک درد میسوزن. واضح معلوم است که طرف درگیر برشان واضح نیست که ما با کی می جنگیم، از خاطر چی می جنگیم، ایدئولوژی ما چی هست. با یک ماشه که به اصطلاح از هر دونری که میگیرن او ماشه که به اصطلاح یک هفته اگر یک زخمی میشه یک نفرشان او زخم خود تداوی کرده نمیتونه و اگر میمیره تکفین و همه موضوعات دو روز مرده‌داریش نمیشه و حداقل برای یک ماه اولادش اگه بی سرپرست یتیم میمونه برای او هم شیر خشکشان نمیشه. با او ماش معلوم نیست در یک خانه دو برادر یکش از یک آدرس به اصطلاح کشته میشه قربانی میشه یکشم از آدرس دیگه. حال یک هر دوش بشه افغانستان است. ما طرفدار هستیم که مردم یک کمی هوشیار شون از این حالت خود بکشن. دکتر صاحب جدا از این موضوعات بر ما بگین که تا کنون
چند کشور سفر کردین و در بین کشورها کشوری که سفر نکردیم رو دوست دارین سفر کنین؟ ما چیزی که زیادتر دوست دارم با وجود که انجمن ما یا انستیتوت ما که در موضوع کاری خود در بخش نجوم از سال 2002 که عضویت نجوم ما گرفتیم در 108 کشور رسمیت داره و در این زمانی که 108 کشور منجمینش اگر ما به هر کشوری خواسته باشیم به شمول همسایه هایم و شمول کشورهای دوردست مثل در 5 قاره در هر کدامش اگر بخوایم زندگی کردن و رفتن برای منجمین کدام مشکل نیست. اما ما زیاد که دوست دارم دمی خاک تربیت شدیم، دمی خاک کلان شدیم، دمی خاک زندگی من به خاتمه برسانم. خون خودم اگر بریزم دمی خاک بریزم دفعه من خاطر سیاحتی تقریبا زیادتر کشور رو شده که نمیفهم کدام شده زیادتر بگیم. اما زیاد که بعد از افغانستان جایی که زیاد دوست دارم نگاه تخیلیش برم کانادا بود که متاسفانه تا از نرفتیم و دیگه جایی که زیادتر علاقه من بودم جای تاریخی بوده یک کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی زیادتر شگشتیم. میشه با ما بگوین از نگاه ستاره شناسی اید کدام روز است؟ ایده که خداوند تعیین کرده زمانش از تاریخ 10 اگست تاریخ 19 اسد است. اما ایده که باز توسط پروژه اما رویت هلال بگویم در صاحب یا که تعیین روز ایده بگویم که در عربستان صورت میگیره که عرفه در بین خواد بود او را گفتن میتونیم کدام روز چرا کنه از خود یک استقلال خواد دارن و سر مردم میقبولنن. اما اید در تاریخ 19 اسد یا قانون اجدم میشه من تا اونو از روز دارم میگیرن. ما روز جمعه را باید در انتظار باشیم که اید شود که نوز اجری اسد باشه. اونا نوز دارم میگن با خاطر ما نوز دارم تایید میکنیم باشه. بله و یک سوال خودمانیتر دکتر صاحبی که با وجود تمام مصروفیت هایی که شما دارین چقدر به زندگی شخصیتان یعنی توجه دارین؟ مثلا به ظاهرتان، به استایلتان و لباس که میپوشین چقدر توجه دارین؟ چقدر براتان مهم است؟ همون رقمی که روزی که بابای آدم خداوند از جنت بیرون کشید در ذات خود لباس نداشته فکر میکنم و لباس یک عزت معنوی ما هست. ما میتونیم که با پوشتن یک لباس یا استایل یا با هر چیز یک سلیقه خود میگیریم این همین از سطر عورت را که به خود میگیریم این سطر عورت ما باعث آسایش و آرامش فکری ما هم میشه و رنگ های از این میتونه تاثیر گذار هم در بالای روان ما باشد. بله. اگر چی کارکرد های ما بسیار زیاد است من نمیخوام که بگیم که کار ما کم است. حتی از سال 2013 به طرف از پذیرش مراجعین خود ما مذرت خواستیم که دیگه نمیتونیم بپذیریم چرا که فشار کار بسیار زیاد بود سر ما و تشویش ما است که یک دوست ما که من حداقل 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت یا یک روز یک هفته منتظر میشن تا بالاخره به دیدن ما یک نوع برام زجرآور است که من نمیتونم اون لحظه در خدمت او قرار بگیرم. خانواده را بعد 2 روزه که مثلا بتونم که به خدمت خانواده خودم باشم او روز شنبه و سه شنبه را من نمیخوام به دفتر برم. روز شنبه و سه شنبه در خدمت اولادای خود در خدمت کارهای شخصی خودم هستم در مصروف کارهای شخصی. اما روز جمعه همیشه میزبان اولاد خود هستم و در جریان روز کار کرده من واضح هست که 10 تا 4 بجه کار میکنم بعد از اونم پس میایم به خانه اولادم هستم و آرامی زیاد در مجموع تا فعلا یک درجه پوره نشده اما انتظار هستیم که یک درجه شده بخیر در مجموع 8 تا اولاد هستم الحمدلله فعلا 8 تا هستم پنج دختر در لحظه 5 نه 6 تا این 12 تا ایش مهم است چرا 12 ما یک سال است در حال افزایش است فکر میکنم اگر خدا خواسته باشه همینجا بس است. شکر گذار هستیم که همین نعمت شده بتانیم ما حداقل تربیه سالم کرده بتانیم به جامعه تقدیم بکنیم بله. بهتر است سه بچه و پنج دختر در زندگی شخصی ما تا فعلا هستم الحمدلله عمرشون دراز باشه. دکتر صاحب به خدماتی که برای همتانای ما دارین در دفترتان کدام خدمات؟ خدمات نجوم از آدرس قرآن گرفته میشه. همون رقمی که قرآن میگه و علامات بی نجم هم یهتدون در زمانی که میگه من شما رو توسط ستارگان راهنمایی میکنم فکر کنید که 1400 سال پیش یا 500 سال پیش تجاری که از یک سر دنیا به دیگر سر دنیا توسط کشتی ها سفر داشتن بر از اونها طلوع آفتاب و غروب آفتاب مسیر تعیین میکرد و رصد ستارگان دیده باز بالاخره ساعت تنظیم میکرد. اون زمان ساعت نبود، قطب نما نبود، جی پی اس نبود، ولیکن قرآن روز زمان برد خبر میده که شما میتونید آهسته آهسته توسط این مسیر راه برد زندگی تان تعیین کنید. امروز ساینسی که تمام افکار دنیا را تمام فرکانس های دنیا را به خود داره کلش از مو آدرس قرآن برچیده شده و فقط در دسترس مردم قرار داره که ما اینو بگوییم که نجوم در علم تمیز است، علم مشوره دهی است، علم راهنمود کردن است و علمی است که ایده داده شده طرف مقابل تا که بینی مسیر نه بینی مسیر راه برد مثل که یک نفر
حرکت میکنه، لکن بر خود از او کنفیوز است یا نارام است، نمیتونه که تصمیم خود بگیره که من کجا را بالاخره پیش برم. اما راهکار خود برش گنگ است. اما نجوم به بسیار وضاحت، چرا که در این زمان گرفتن میشه، مکان گرفتن میشه و شخصیت از نقطه تاریخ تولدش گرفتن میشه. هر انسان دارای یک زایچه سه بودی خود هستند. سه بودی چه رقم؟ مثلا امروز که ما دنیا را دارای تریدی میگن، نه دنیای تریدی که طول، عرض، ارتفاع هست. در انسان همین شکل است. زمان القا پذیری است که در بطن مادر، زمان به اصطلاح اسکلت بندی که بالاخره روح دمیدن در داخل کالبد در شور خوردنش در بطن مادر است و زمان تولد. یک سال ما هست 12 ماه. مسیر 12 ماه وقتی تعیین میشه، ما در یک سال در واقع نو مرتعی کردیم در بطن مادر. سه ما در یک خلای فضایی قرار میگیریم. هر زمانی که ما به خلای فضایی قرار میگیریم، اونمو زمان در نقش منفی ما به اصطلاح مواجه میشیم. بنان اینمی نجوم اینو میگه که دین زمان تو در نقش منفی هستی که زمان احتیاط کامل داشته باشی، توکل به خدا داشته باشی و به عنوان صدقه دادن که به اصطلاح میگیم صدقه را بالا اینو داشته باشی، دقت کار داشته باشی تا بالاخره از مصائب دور باشه، به مکافات زندگی خودش به اصطلاح یک الگو باشه، بتونه هم راه کرد با خود تعیین کنه هم بر دیگران. بله دکتر صاحب، یک مورد دیگه که به وفور در افغانستان دیده میشه موضوع فالبینی هست. بله. در کابل، در سر سرک ها و در خیلی از جاها هستن فالبینایی که صدا میکنن بیان فالتانا ببینم مثلا این گونه میشه اون گونه میشه و در روزها هم خیلی زیاد هست این مورد، خیلی زیاد هست و همتای ما هم میرن میشینن فالشان هم میبینن، تو میشه چند سفر داره، یک کار میشه و تو میشه و تو میشه. نظر شما چی هست در این مورد؟ نظر ما، نظر از خودم نیست، نظر از قرآن است. قرآن دستور شمی است که اونجا خدا به صورت وضاحت میگه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوه به لعلکم تفلحون. ای کسانی که شما ایمان آوردین به خدا، ایمان دارین به خدا، یقین داشته باشین قمار، سود، بت پرستی، فالگیری عمل شیطانی است، فجتن بهو شما اجتناب کنین. این خداوند که وقتی میگه اجتناب کنین، امر است، امر قاطع خدا هست، اجتناب کنین تا اینکه شما رستگار باقی بمونین. فال بینی و طالع بینی و مسائل مزخرفات یک در بین ادیان یا در بین جامعه افغانی از گذشته ها تا امروز رایج است. انستیتوت تحقیقات نجوم افغانستان از سال 1371 از طریق تمام رسانه ها، حتی از رسانه شما هم چندین بار، از چی از داخلی و چی از خارجی، چی از طریق رسانه های کتبی، در مقابل همش یک پدیده که به اصطلاح همیشه مردم را به یک درد سر مواجه می‌سازد. مخالفت داشتیم و هنوز مخالفت ما ادامه دارم، برازی ما ادامه خود داشت. چیزی که به عنوان یک رسوم پذیرفته شده و در واقع به هیچ علم و به هیچ منطق استوار نیست، از دیدگاه منطق وقتی که مزخرف معرفی میشه، از نگاه دید ما هم مزخرف است، چرا که نمی‌پذیریم. اما در عوض بایومتریک که علم شناخته شده دنیا هست که امروز تمام ادیان روی از او کار میکنه. مثال شناخت دست، خود دست بر تو گپ میزنه، خود دست این خطوط بر تو تماس میگیره که چه قضایی رو سرش بحث میکنی. مثل که شما در پاسپورت تان در هر جلدش ویزه خورده، در هر جلدش مثال در هر کاونتر امیگریشن میدان های اوایی به اصطلاح در اونجا استم خورده، تاپه خورده. اما سر وقتی که به اصطلاح تو دوباره میخوای از یک سری به دیگه سفر کنی، میگن کلکای تبان، شستای تبان. ادیان دنیا همی 7-8 میلیارد نفوس دنیایی که به اصطلاح تقریبا رو به کشاف هستند نزدیک 8 میلیارد در پورن میکنند این در نزدیک سالهای 4-5 سال بعدی، سر اختلاف نظر دارن، مثل سر مذاهب اختلاف است، سر اندیشه ها اختلاف است، سر عقاید اختلاف است، اما سر بایومتریک هیچ کس اختلاف نداره، اختلافشون صفر میشه و خداوند عمو شاستی را که به عنوان سند بر متین میکنه اسوار در این هفته است. وقتی که زمانی که پیغمبر برش گفته میشه که امروز مشرکین از پشت پرسان میگنه که خدایی که صاحب امتیاز است، صاحب خلقت است و انسان ها را خلق کرده و بالاخره پس که میمیرانه، آیا این خدا در یادش میمونه که احمد احمد، محمود محمود روز هشت پس دوباره خلق کنه؟ خدا میگه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. بله خب پیغمبر باشون بگو که خدا قادر است که رمز این میانگوشای تا در روز حشر مطابق به می رمز سازه. به این دلیل در اینجا یک رمزی است که اسرار و تمام تفکرات انسان در این نقطه ثبت شده. مثل از اینکه در یک میموری کارت شما خرطرک ببینید که چقدر قضای نفت است. مثل از اینکه شما در یک سیم کارت ببینید که تمام کره زمین نه که در فضای عالم هستی داخل شده، میتونید از اونجا بحث میکنید. اون نقطه است که یعنی این هفته از در رمزای انگشتا و در عوض فال، اگر تحقیق روی بایومتریک یا روی تشخیص دست شک، استعداد شخص، هویت شخص برملاش او بهترتر است. و در غیر از فال، اگر ما بخویم از آدرس نجوم یا از علم ستارشناسی که علم به اصطلاح خدا به او قسم یاد میکنه، فلا اقسم بمواقع نجوم و انه لقسم الله تعالی منظیم، خدا به سوگند یاد میکنه به موقعیت ستارگان، به جایگاه ستارگان،
در واقع به طلوع و غروب ستارگان. این نقطه میتونه که قضای گنگ و مجهول پوشیده که حتی خود شخص در آیدیاش بسیار دورنما باشه و در اون لحظه باش ترسیم میکنه. بله بله. بعضی سوالات پیشمه هستم، شما اگر موافق باشین با بله و نخیر جواب بدین. توکل به خدا، خدا کنه که مطابق به روحی من بردمه شما باشه و کارکرده ما باشه. آیا گاه شده اشتباه قضاوت کرده باشین؟ بله بله، انسان تخطی زیاد داره. خدا خودش میگه که من انسان ضعیف خلق کردیم، انسان ها همیشه در خطا مواجهن. و شاعر هم میگه من معترفم که جمله کار من خطاست، معذورم از آن که بر بشر سهو رواست. ای منصف اگر توان در اصلاح بکوش، در عیب نظر مکن که بیعیب خداست. دقیقا. ممکن بدون شک. بله. آیا در زندگیتان ای کاش ها وجود دارد؟ بدون شک، بدون شک وجود داره. آیا زندگیتان در زندگیتان کسی هست که از دست دادنش بترسید؟ از دست دادن از یعنی که از پیشم بره؟ بله. در زندگی شخصیم بله. در زندگی بیرون از خانواده شخصیتم طبعا هر عضو خانواده که من بازو عادت دارم خدا نخواسته است پیشم خدا بیرشت طبعا اندوهگین می باشم. آیا شما دوست کسی از شما تعریف کند؟ اگر تعریف یک چیزی هست که میگه آفتاب با دو انگشت پت نمیشه، ما او زمان خوشدار هستیم که اکثر توقات در برنامه هم از پیش مک وقتی پرسان میشه که یکی از گپایی تو بگو که خواسته های تو هست. خواسته های من است که روزی که من بمیرم باید دشمن های من خفه شوند، دوستان در جایش باشه، دشمن های من خفه شوند، دوستان خیر اما دشمن های من خفه شوند که این مرد. با این خاطر من طرفدار هستم که هر کس خوش داره که تعریف بشه در مورد صفات خوب داشته باشه. آیا مجبور شدید که دروغ بگید؟ بله بدون شک. آیا تا حالا به کسی پیشنهاد دادین که رد شده باشه؟ بدون شک. کلیگی که افکار یک انسان قبول کرده میتونه، چرا خداوند هر کس میگه ما متفاوت خلق کردیم بس که متفاوت خلق کرده واقعیت داره که اون بندیشه خود گپ بزنه بندیشه خود. آیا گاهی شده برای فامیل شما غذا درست کرده باشید؟ بدون شک، بدون شک. من حتی چای صبحانه اولاد خود را بیارم تیار میکنم اگر بتانم. بسیار عالی. آیا شما انسان رازنگهداری هستید؟ یکی از علایمی که در وجودم بوده و هسته خواد بود و خداوند شاید امین راز برای من نهفته باشه که چرا خود نجوم در واقع نگهداری راز تمام موکلان یا مخاطب کسایی که با تو میشینه، اونا دردهای زندگی دارن و اگر من با دردهای زندگی مردم یک گوشم بشنوه یک گوش رو فراموش کنه بسیار فکر میکنم گپ خطا باشه. بدون شک در رازداری خود تلاش آخرین قدرت خود به خرج میتونه که رازدار باشه. آیا تا حال از کسی معذرت خواستین؟ بدون شک. آیا کسی به شما پیشنهاد دوستی داده؟ جوابتان اگر به شما پیشنهاد دوستی داده جوابتان چی خواهد بود؟ اگر بگویم دوستی چند رقم است، یکی دوستی هایی که مثال به عنوان یک عاطفی باشه و یکی دوستی هایی که در بین قلبا صادقانه به عنوان یک خواهر برادر یا به عنوان یک قول دوستی فرق میکنه. این گپا در جامعه که انسان زندگی میکنه، چرا که انسان دلای دو قدرت است، یک قدرت روحش است، یک قدرت نفسش، یک قدرت جسمش. روح ضرورت داره با پیوند با دوستی با خدا با اذکار مسنونه با تمام قضای دیگر و جسمش ضرورت داره به گرفتن انرژی هایی که مثلا مانند غذا داریم، مثل که بیشتر شما جوز برمودین که همون تشنگی رفت تشنگی ما رفت کرد و نفسش ضرورت داره به هوا و هوس و خواسته های طبیعت ماورایی و بالاخره به غرایز. این گپ ها صورت گرفته بدون شک، حتی امیل عزه صورت میگیره، امیل وقتا صورت میگیره، در این سن سال کسی صورت میگیره. خوشبختانه خوشبختانه که ما دو برنامه رو برای مردم ماندیم گفتیم که هر کس یک بعد آدرس ما میه خواهر است، دختر بود خواهر است، زن بود مادر است برام. دقیقاً بله. یک کلمه گپ که تو کلی خود آشتی ساختین در دو کد، زنها برام مادر، دخترها برام خواهر. بله چقدر عالی. بله. دکتر صاحب همکارا میگن که ستاره مسوره رو باید ببینین. گپ خوب از من پیشتر از رازداری خود بحث کردم. بله. هر انسان دارای ویژگی خاص خود داره. اگر من راز تو را به کل مردم فاش کنم چی خواهد شد؟ من فکر میکنم راز خاص نه. هر انسان دارای گفتنی‌های داره. گفتنی های راز را بگذاریم برای بعد از برنامه، اما گفتنی هایی که آنقدر فکر نمی کنم راز باشه و نه بسیار چیزایی است که هر چی ویژگی به خود شخص تعلق میگیره. یعنی چرا خدا نگه شما میگه در مورد نفساتون تبصره کنین و فیان پوست که من فلات تبصیرون، شما در مورد نفساتون تبصیره کنین. من میتونم در مورد شما گپ بزنم اما این گپ تنها برای خود نیست، این روز شاید برای تو خوشحال باشه اما سبا در یک جای یک کسی مورد انتقاد قرار میگیره که فلان از فلان شخص با تون یک چیزی گفت. نقطه ضعفش میشه. بنان همون نقطه ضعف واضح وقت میگه ای کاش که می کار نمیکردم. بنان پیش دیگه ما از این ای کاش گفتن جلوگیری کرده باشیم. در ختم برنامه هر قضیه یک داشت ما در خدمت. خوب است.
به خاطر از اینکه محرمیت تان حفظ شد و خداوند هم دوست داره یک ستاریت خدا و ما هم امروز دوست داریم. پیشتر من این وعده را کردم، گفتم که هر کسی که پیش ما میاد با یک دیدگاه شخصیش است. قضایه است که شاید بر شوهر خود گفته نتانه، شاید یا به خانم خود گفته نتانه، شاید به پدر خود گفته نتانه، شاید به برادر خود گفته نتانه، شاید به خواهر خود گفته نتانه، شاید به معلم خود گفته نتانه، شاید به همسنفی خود گفته نتانه، اما با دیدن تشخیص هویت استعدادش او گپ با ما شریک شود، گفته شود، بیرون رفتش برش سنجیده شود که از کدام راه تو میتونی نجات پیدا بکنی مطابق به استعداد زمانی که در مغز از او فعلا حک شده و مطابق به زمانی که او در او قرار داره که چطور از کدام دهلیزها خدا بکشه. با او دلیل ما طرفدار هستیم که رازها پیش خود شخص باقی بمانه. بله دکتر صاحب، چقدر در قسمت نظر دادن درباره شخصیت دیگران مهارت دارین؟ یعنی چقدر دوست دارین کنجکاو باشین درباره شخصیت ها و دربارشون نظر بتین، دربارشون بگوین که این گناه هست یا این گناه هست؟ او رو من نمیگم، او رو تشخیص خود دستش میگه. یک اصطلاح فارسی این چیزی در خط است، چیزی در خط است و خط خوانده میشه. در خط ثابت شده که فلان شخص دارای کدام صفات و اگر صفاتش خدا نخواسته مطابق به اما تفکر و طرز عمل خود از او نباشه، میتونیم برای او بگویم که اینی کارکرده که تو میکنی در جامعه فعلی یا در سن سال فعلی تو این قدر تخطی ها را ببار میره، بهتر است که تو از این آدرس در عوض اینی کار انجام بدی. چون که نجوم خودش علم تمیز است، گفتیم علمی است که مشوره میده و مشوره دهی به عنوان از که طرف مقابل که یک ایده میده، یک انرژی میده و انرژی باعث میشه که آدم اعظم و بنبسته که بسلاف برای فیلن در ناشوری را قرار داده نجات بده خدا، بره به اصل هدف خود بکشنه خدا. مشوره تا آخرین لحظه تلاش ما است که مشوره نیک باشه، مشوره باشه که در چوکات انسانی باشه، در چوکات آداب اسلامی باشه و در چوکات باشه که شخص اعظم حالت نگرانیش حداقل ما بتونیم بیرون بکشیم، نه که دیگه سر نگرانی از دوگان مگذاره فشار بده. دوست دارم که نظرتان رو درباره دو شخصیت بدانم، البته کسان هستن که بیشتر مردم افغانستان با اونا آشنا هستن. شخصیت اول آقای، درباره آقای عبدالله قنداری چه نظر داره؟ انجینر صاحب عبدالله قنداری از شخصیت های معتبر و شخصیت های با علم و دانش که من احترام دارم، که تا اکثر توقعات از گفته هایش استفاده می کنم به عنوان یک شاگرد، به عنوان از که من تا امروزم در هر سطح دانشی که اگر خدا برم لطف کرد داده هنوز هم شاگرد هستم، هنوز هم شاگرد هستم و می خواهیم تا آخرین لحظه عمر خودم بازم شاگرد باشم. چرا که میگم زگهواره تا گور دانشجو، یک و دوم یک طلب علم فرض شده و تا آخرین لحظه زندگی خودم تلاش دارم که از هر کسی که یک کلمه بیاموزم برای من او استادم است. و من اکثر اوقات در شناختی که با جناب عبدالله قندهری دارم در مسائل اعداد و ارقام، اونا از خانواده میراثی به اسلام برشان رسیده، گفته های بسیار خوبی دارن، منطق بسیار خوبی دارن، استدلال فکریشون بسیار خوب است، تجربه کاریشون از ما که بیشتر است. مثال ما در سال 1371 در مطبوعات داخل شدیم، اون از سال 46 در مطبوعات افغانستان بودن. بله. از تجربه از رو اگر استفاده میکنم شاید برای من افتخار باشه. بله. شخص بعدی را وقتی نام میگیرم البته حتما این هست که شاید نظرتون با نظر که درباره آقای قنداری داشتن کاملا متفاوت باشه. و این شخص کسی هست که یعنی مراجعین خیلی زیاد داره، خیلی زیاد هست مراجعینش و پولهای خیلی هنگفته هم از محمد ما میگیرن. آقا صاحب تایمنی، ما به شخصیت هر کس احترام قائل هستم، به خاطر اینکه خدای عز و جل به هر کس یک اندیشه و تفکر و زمان خلقتش تا زمان مرگش تعیین کرده. بنان بر از او وقتی که خدا همین زمان برش تعیین کرده که بانم و هدفی که در بین مردم داخل میشه و از مردم چی استفاده میکنه یا نمیکنه یا پول میگیره فرموده شما، بدون شک ما از او کده به مردم خطاب میسته که پولتان به جای مصرف نکنین، پولتان در بدل یک دستاورد مصرف کنین که در هدفتان حداقل نزدیک شوین. زمانی که اگر شما با یک هدف گنگ مواجه میشین صحیح است که مثل کامور قانون لایرا و وکیلای مدافع میتونه بر تو زمان سند شوه، قضای وقت خود بر تو بفروشه، درست است که جناب هم اگر در کار کرده خود کار میکنه، اگر منطق نجوم یا منطق علوم غریبه را به خود داشته باشه خوب، و اگر نه که در آغاز گپ ما گفتیم که ما با فال فالبینی و تویز نویسی به هیچ کدامش عقیده و باور شخصا ندارم. انستیتوت تحقیقات نجوم در مورد از این قضا از سال 1371 تا این لحظه که امروز به اصطلاح حوال اسد است، بله، تا این لحظه مخالفت کرده و در آینده هم شاید مخالفت بکنم. چرا؟ من تویز نویسی را قبول به این خاطر ندارم که مثال در خانواده یک خانم مریض است، میره پیش یک کسی که میگه من این رقمه فکر و تکلیف میاد، داره سردردی است، پایدردی است، برای او بهانه های مختلف
نسبت دادن میشه که گویا سر تو جادو شده، گویا سر تو مثلا جن شده، گویا سر تو یک چیز است. حالی که جن هم یک چیز موجود هست که هست، جادو هم یک چیز است است، اما هر دوش مخفی و پت و پوشیده هستند. بنان زمانی که تو به او یک آدم که راه برد خوب تعیین کرده نمیتونی راه برد غلط هم باشنتی دوگام رو نارام نساز. به این خاطر این مسئله مسئله میتونه که حتی شیطانی باشه، چرا که خدا خودش میگه فجتنی بهو لعلکم تفلحون. اونجا واسه خدا واسه میگه که اجتناب کو چیزی که خدا گفته اجتناب کو، ما هم میگم اجتناب کو. به این شکل ما طرفدار هستم کسایی که از کار کرده یک نفر که با چشم ظاهر خود میبینه که دنیا از پیش متنفر است و بعد متنفر باشه. چرا دکتر سبونا فکر میکنن که نتیجه میگیرن به خاطر از اینکه خیلی زیاد هست مراجعینش؟ مراجعین هر کس زیاد است، مراجعین هر کس زیاد است. من فکر میکنم که حتی یک کسی که از آقا صاحب تامینی گفتین دور از اینا باشه یا به کسای دیگر هم ما در سراغ داریم که فکر میکنم در گرد مداری هم مردم جمع میشه. مداری هم از خاطر یک چیز دارن، شعبه دروازه هم به خاطر یک چیز دارن، و کسایی که بسطلا تمثیلی کننده یگان پارچه تمثیلی هستن هم برشان مردم علاقه مند است ببینشان. اما مهمی است که شخص از او چقدر دستاورد داره. اگر مردم از پیش راضی هستن، این بعد مردم خودش بگوین که چرا ما راضی هستیم نیستیم. رضایتشون در چوکات قوانین اسلامی در قوانین انسانی و بالاخره دارای یک چیزی باشه که صفاتشون تخطی برش نبخشه. اما زمانی که چیزی که برای تو به صفات ذاتی تو هم مشکل ایجاد بکنه و سرانجام تو مورد پیگرد قرار بگیری، سرانجام متوجه تخطی های کل دنیا باشه، خب بهتر است که دست بکشی. و یک مورد دیگه ای که دکتر صاحب چقدر موسیقی میشنوید؟ اگر برات بگم که موسیقی زیاد دوست دارم، شاید مردم بگن چرا. بدل لذی که پیشتر هم گفتم که ما دارای سه قدرت هستیم که روح، جسم و نفس. نفس ما اگزت مردم میگه که موسیقی غذای روح هست، لیکن نه، او غذای نفس ماست که ذره داریم ما به یک تلاوت برای یک جایی که بسطلا بتانیم از او استفاده بکنیم. ما به شنیدن موسیقی زیاد علاقه من نستم و اکثر توقع هم میشنام. بله بله، پس ذوق موسیقی تان رو بعدا پیدا میکنه.